تأکید مقامات ناتو بر ادامه عملیات شبانه در کشور پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهور کرزی. متهم شدن دولت پاکستان به ادامه بازی‌های دوگانه در قبال مبارزه با تروریسم از سوی سفیر پیشین ایران در کابل. تلاش‌های شورشیان مسلح برای حمله بر مقامات ارشد دولتی و سران جهادی. تخریب منازل مسکونی شماری از باشندگان شهر مزار شریف از سوی زورمندان. بحرانی خواندن وضعیت کنونی ایران از سوی یک مقام عربستان سعودی. صدور فرمان عفو عمومی از سوی بشار اسد رئیس جمهور سوریه. و تشدید درگیری ها در یمن و کشته شدن 12 تن از معترضان در این کشور. با تقدیم سلام، شما بیننده رویدات های خبری این ساعت از افغان نیوز هستید. امروز چهارشنبه 11 جوزی سال 1390 خورشیدی است که برابر می شود با اول جون سال 2011 میلادی. منصور احمد مرزی هستم با مشروع خبرهای موزد. ناتو می گوید در مبارزه با تروریسم در افغانستان عملیات های نظامی بر منازل مسکونی ادامه می یابد. اما نیروهای خارجی تلاش خواهند کرد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. این اظهارات در واکنش به هشدار رئیس جمهور کرزی مبنی بر توقف کامل حملات ناتو به خانه های افغان ها صورت می گیرد. اوانا لانگسکو سخنگوی ناتو می گوید عملیات های هوایی و شبهنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان بر اساس ضرورت موجود صورت می گیرد و مدت ها ادامه خواهند یافت. او مدعی شده است که این عملیات ها در هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی افغان انجام می شوند. تمامی عملیات های ناتو با نیروهای افغان هماهنگ می شوند و دوام این گونه عملیات ها ضروری می باشد. نیروهای ناتو نگرانی رئیس جمهور کرزی را جدی می گیرند و نهایتا تلاش خواهند کرد تا در آینده به مردم تلفات وارد نشود. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می گوید با وجود انتقادهای تند، حامد کرزی می داند که ایالات متحده آمریکا دوست و متحد وی است. پیش از این رئیس جمهور کرزی به ناتو هشدار داده بود که اجازه ندارد عملیات های نظامی بر خانه های افغان ها را ادامه دهد و اگر به این هشدار توجه نکند حضور نیروهای خارجی از نقش حافظ صلح به اشغالگری مبدل خواهد شد. اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که دیگر حملات هوایی تان به خانه های ما نمیتونم پذیرفته شو بند است چون اصلاح نامد، باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه. در اون صورت تاریخ گواست که افغان ها با اشغالگر چی معامله میکنه. تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی و شبانه نیروهای ناتو در کشور بارها سبب تنش میان کابل و همکاران بین المللی آن شده است. اما کارشناسان نظامی عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و خارجی را عامل اصلی تلفات ملکی در عملیات ها بر ضد شورشیان می دانند و تاکید می ورزند اگر این روند متوقف نشود مبارزه با هراس افغانی ناکام خواهد شد. پاکستان به بازی های دوگانه در قبال مبارزه با تروریسم و گروه های افراطی ادامه می دهد. سفیر پیشین ایران در افغانستان می گوید مقام های پاکستانی در شرایط کنونی به دنبال بازگشت به دوران پیش از مرگ رهبر القاعده هستند تا به بازگیری هایشان از جامعه جهانی ادامه دهند. به گفته وی پاکستان از گروه های شورشی در جریان چند دهه اخیر بحران افغانستان به خوبی استفاده کرده است. پس از کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان و جهانیان روشن شد که رهبر القاعده و سایر گروه های افراطی از حمایت کامل دولت پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور برخوردار بودند. اما عدم برخورد جدی جامعه جهانی به ویژه امریکا با پاکستان نگرانی های جدی را به دنبال داشته است. در پیوند با این موضوع محمد رضا بهرامی
سفیر پیشین ایران در افغانستان گفته است بخشی از نیروهای امنیتی پاکستان از حضور بن لادن در خاک این کشور باخبر بودند و این هشدار داده است که دولت پاکستان با بازی‌های دوگانه در مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد. بخشی از نیروهای امنیتی پاکستان از حضور بن لادن در کشورشان آگاه بودند و در حال حاضر نیز نیروهای امنیتی پاکستان به دنبال خرید زمان و بازگشت به بازی‌های دوگانه قبلی خود هستند. و همچنان به چگونگی تشکیل گروه‌های افراطی به حمایت پاکستان از این گروه‌ها اشاره نموده گفته است در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تجربه این استفاده از گروه‌های شبه نظامی در جریان بحران افغانستان این باور را در پاکستان تقویت کرد که می‌توان در سیاست خارجی از ابزار گروه‌های نظامی و تندرو استفاده کرد و خصوص در آن مقطع زمانی ارتش پاکستان در زمان ضیاءالحق به سمت گرایش‌های اسلامی سوق یافته بود و رابطه ارتش با اسلام‌گرایان تقویت شده بود. با چنین مشخصه‌های جریان طالبان شکل می‌گیرد. آقای بهرامی تأکید می‌کند کشته شدن بن لادن این فرصت را فراهم کرد که در شرایط جدید می‌تواند شکلی از تفاهم میان پاکستانی‌ها و آمریکایی‌ها را ایجاد کند. با گفته بهرامی پاکستان به کمک‌های مالی به نظامی آمریکا نیاز دارد زیرا کشورهای همسایه در وضعیتی نیستند که جایگاه آمریکا را برای پاکستان پر کنند. از سوی دیگر آمریکا نیز به پاکستان نیاز دارد هم برای حل بحران افغانستان و هم برای حل بحران‌های منطقه‌ای. مخالفان مسلح تصمیم دارند تا رجال برجسته دولتی و شخصیت‌های ارشد جهادی را مورد حمله قرار دهند. لطفاً مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی با بیان این مطلب میگوید تا اکنون چندین حمله یا مخالفان بر مقام‌های عالی رتبه خونسا شده است. در همین حال این ریاست از دستگیری 10 فرد تروریست به اتهام دست داشتن در حملات اخیر تروریستی خبر می‌دهد. دشمنان اصول ثبات افغانستان در این اواخر بالای چندین هدف مخصوص میخواهن حملات خود اجرا بکنند که در اون جمله اول رجال برجسته دولت است. با دنبال نگرانی های روز افسون مقام های دولتی و مردم عامه در پیوند به حملات اخیر تروریستی در کشور مقام های ریاست امنیت ملی از پلان های جدید ترورستان مبنی بر هدف قرار دادن مقام ها و شخصیت های برجسته دولتی و جهادی خبر می دهند. لطفالله مشعل سخنگوی این ریاست می گوید ترورست ها تای اقدامات جداگانه تلاش نمودند تا محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه را نیز مورد هدف قرار دهند. اما این حملات به اسرع وقت از سوی نیروهای امنیتی خونسا شده است. آقای مشعل می افزاید مخالفان همچنان تلاش دارند تا ولایات را که در اولویت روسی انتقال مسئولیت امنیتی قرار دارند به ثبات سازند. لغمان، هرات و بعض ولایات دیگه شما در جریان هستند. شما شاهد همی بودیم که در این ولایات دشمنان اصول ثبات افغانستان بسیار کوشش کردند خصوصا در هرات. ما چندین توطیه را خونسا کردیم ولی بدبختانه چند پیش دانستن که یک حمله انتحاری و بالای تیم پیارتی اجرا بکنن. بر همین حال سخنگوی ریاست امنیت ملی از دستگیری 10 فرد ترورست که در حملات اخیر دست داشتند خبر می‌دهد. با گفته آقای مشعل یکی از سازمان دهندگان حمله بر عبدالرحمن سیدخیلی قمندان امنیه ولایت قندوز و دو تن از کسانی که در حمله انتحاری بر انجینیر عمر والی این ولایت دست داشتند از جمله دستگیر شدگان هستند. 6 تن دیگر افراد بازداشت شده در حمله بر مقر وزارت دفاع ملی دست داشتند. بر اساس گزارش امنیت ملی دستگیر شدگان به جرم خویش اعتراف نموده و هنوز هم تحت تحقیق قرار دارند. در حالی که قرار است پاکستان عملیاتی را برای پاکسازی وزیرستان شمالی از وجود شورشیان مسلح برا اندازد، برخی اعضای ولسی جرگه هشدار می دهند در صورت اجرای این عملیات ولایات سرحدی با تهدید جدی امنیتی روبرو خواهد شد. با این حال سخنگوی وزارت دفاع می گوید برنامه هایی را برای جلوگیری از ورود شورشیان به کشور روی دست دارد. پس از درخواست وزیر خارجه امریکا از پاکستان برای مبارزه جدی با تروریسم، مقام های این کشور اعلام کردند که عملیات را برای بیرون راندن طالبان در وزیرستان شمالی را اندازی خواهند کرد. با این حال برخی اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور هشدار می‌دهند با اجرای این عملیات شماری از ولایات سرحدی افغانستان با تهدید امنیتی مواجه خواهند شد. چون حوادث اگر جلوگیری نشود، اگر اقدام نشود در جهت روشن شدن این گونه قضایا، قطعا در ولایات مختلف افغانستان و متوجه شخصیت ها و افراد و افراد شاخص کلیدی در مجموع افغانستان در ولایات مختلف افغانستان خواهد بود.
و زه فکر کنم چې په افغانستان کې اوس هسې هم جګړه شدید میندلی دی، امکان لري چې دا جګړه نوره هم تیزه شي. د افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپله رجوع قومونو ته ولسونو ته وکړي، په ځان باندې خلک راټول کړي، ورسره کشفي او نظامي ارګانونه غښتلي پیاوړي شي. در همین حال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از ورود شورشیان مسلح کشور طرحهایی را در همکاری با نیروهای خارجی روی دست دارد. ما در وضعیت گذشته نیستیم، کاملا وضعیت متغیر کرده. کار وزارت دفاع نیست، یک کار مشترک ما و جامعه جهانی، پلیس، امنیت ملی، کل نیروهای امنیتی افغان به حمایت جامعه جهانی. این در حالی است که پاکستان بارها در حرف بر مبارزه جدی علیه توریسم تاکید کرده است، اما تا کنون عملا نشان داده که در این مبارزه صادق نیست. مسئله یاد شده سبب گردیده تا فشارها علیه دولت این کشور افزایش یابد. کارمندان و محافظان زندان‌های کشور آغشته به فساد بوده و گراف جرم در کشور نیز افزایش یافته است. وزیر عدلیه با ابراز این مطلب می‌گوید نیروهای امنیتی برای حفاظت از زندان‌ها با سلاح‌های سنگین مجهز نیستند تا جلوی خطرات احتمالی را بگیرند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه نیروهای پلیس را که مسئولیت حفاظت از محابس کشور را دارند متهم به غفلت و فساد نموده میگوید آنان زمینه استفاده از وسایل منشوده را در داخل زندان برای مجرمان مهیا میسازند. بعضی زندانیان از این طریق موفق و فرار شده و فعالیت های تخریبی را در داخل و خارج زندان ها سازماندهی میکنند. تنین که شادو پان فرات نفرای کلیسان اینکه از یادستان خونه نتوان سراسر جنان نشه. آقای غالب میگوید در حالی که گراف مجرمان در کشور رو به افزایش است، آنان نتوانستند ساختمان‌های جدیدی را برای زندان‌ها اعمار کنند که به گفته وی عدم موجودیت ساختمان برای مجرمان سبب شده تا به وضعیت صحی و آموزشی زندانیان رسیدگی نشود. تا زمانی که زیربنای اساسی وجود نداشته باشد هیچ کاری از در مورد بهبود حال محبوسین انجام شده نمیتونه، بلکه همگی نیاز به جای داره. مثلا اگر موضوعات صحی است، ما وقتی میتونیم که این را انجام بدیم به شکل درستش که ما یک جای حداقل به کلینیک صحی داخل محبس داشته باشیم. ما وقتی که جای بر نگهداری محبوس نداشته باشیم، در خانه کرایه زندگی کنیم، چطور میتونیم که در یک اتاق تجزیه تخصیص بدیم به کلینیک؟ همین قسم مثلا موضوعات تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت صنف کار داره، تخته کار داره. این در حالی است که تا هنوز 6 زندان در سراسر کشور ساختمان نداشته و زندانیان در خانه های کرایی محبوس هستند. گفته می شود بیش از 20,000 مجرم در زندان های کشور بسر می برند. اما عدم رسیدگی به وضعیت آنان بارها واکنش های تند را در میان اعضای پارلمان به دنبال داشته است. اراضی و منازل مسکونی باشندگان منطقه علی آباد شهر مزار شریف از سوی زورمندان تخریب شدند. باشندگان این محل میگویند در اثر تخریب خانه هایشان ده ها هزار افغانی به آنان زیان وارد شده و افزون بر این از سوی زورمندان مورد تهدید جدی قرار گرفتند. شمار از باشندگان منطقه علی آباد شهر مزار شریف میگویند که خانه ها و قبرستان های آنها از سوی بعضی از زورمندان در این ولایت تخریب شده و آنها را تحت تهدید قرار داده و مانع زندگی روزمره آنها در این منطقه می شوند. آنها میگویند با وجود آنکه این زمین را با پول شخصی خود خریده و تکت های آن هم به دست خود دارند، اما باشندگان این منطقه از سوی غلام عباس اخلاقی عضو شورای ولایتی ولایت بلخ و محمد عباس ابراهیم زاده یکی از وکلای پارلمان تحت تهدید قرار گرفته و این ها و خانه هایشان توسط آنها تخریب شده که ده ها هزار افغانی خساره مند شدند. باشندگان این منطقه میگویند آنها از سالهای قبل در این ساحل زندگی میکنند، اما اکنون در صورتی که برای این زورمندان دوباره پول دادن نشود، مردم این کارتر را از خانه هایشان خارج ساخته و منازلشان را ویران میکنند. آقای اخلاقی، افراد دوی منده ای که از هرشونجا میگردن از رفتان نمیتونه سرخانی خود لوده رو میره وقتی وقتی که لوده بمید در کجا در پای خانه های مردم چپاشته که اینجا بور از دیوانا این خانه چپا کدن خوره نمیمونه در کسی راحت زندگی کنیم با میگرد و خاک بودم ما نبر داریم نه آب داریم پا داریم شکر داریم شکر داریم پازی نداریم مردم غریب یک زمین خریده دوباره اینا این مردم اول تکیست دوباره نفرید ما از مردم خانه دو هزار پانزده هزار تا بگیره با چی از سوی دیگر غلام عباس اخلاقی عضو شورای